خیلی خوب، میریم سراغ مبحث نویز. این دست هم عادت نداره به این صندلی اینجوری بچم، همین دور شدی فوق. اول اینکه ما نویز، مثلا یکی از منابع نویز، نویز خارجی هست. نویز خارجی مثلا مثل چی بگم؟ نویز خارجی القایی هم بهش میگن. آن نویز القایی یعنی از بیرون القا میشه به مدارت، نویز القایی. مثل چی؟ مثلا نویز سویچینگ، چینگ لامپای مهتابی، چون اینا بر اساس سویچینگ کار میکنن، سویچ زنی نویز ایجاد میکنن که میتونه رو مدار کناری شما مثلا سوار شد. 50 هرتز برق شر نویز میندازه رو همه چی، هرچی بهش بس کنیم. تو برخی مدارا داریم مثلا فیلتری داریم مخصوص رو فقط رو 50 هرتز فیلتر میکنه. از چی؟ بیشتر یک سوزاده، بستگی داره به اون مدار کارنده این نویز ممکن استفاده شه. رادیو ای ام خودش نویز دیگه، اون فرکانس که البته قابل کنترل هم. البته این نویز ها قابل کنترل هستیم. نویز دوم چیه؟ نویز درونی مدارها، مثلا نویز درونی مدارها و سیستم ها. خب این که مثلا مدارتون این باشه یا سیستمتون، ورودیش رو اصلا ما صفر دادیم، ولی وقتی خروجی رو تماشا میکنین یه اوکت یه نویزی روشه، حالا دیگه هیچ بالا پایین میشه، مثلا حالا کم ها مثلا ممکن در حد میکرو بولت ها اینجوری، ولی خب با دستگاه اندازه دقیق اندازه گیری این نویزه در واقع میگیم به ازای ورودی صفر نویز داریم. ورودی صفر دیگه، هرچی زمین سیگنال ورودی. آره دیگه، ورودی هیچی نداری، همون تی سی شو داریم. مثلا انواع نویزهای مثلا درون بگم، نویز حرارتی، بهش حالا لفظ انگلیسیش هم طبیعتا میشه ترمال نویز. خب نویز حرارتی در مقاومت ها دیده میشه. اینا تعریف هم. حالا بعدا برسیم به مدار هم حل میکنیم. نویز ورودی خروجی مثلا یه مدار میشه چی؟ فعلا باید نویز ها رو بشناسیم. چی؟ صدا تو من گوش هم یکم سنگیده ها. بسید این نام تو این مدار ممکنه مقاومت داشته باشی، نوعی تراتی ایجاد شد. الان بررسیش میکنیم، عجله نه، الان بررسیش میکنیم. الان دونه دونه، عجله نه. نویز جانسون، ببین نویزهای مختلف زیاد داریم، حالا ممکن اسمشون فرق کنه. من نویزهای مهم دارم بررسی کنم. ببینید چیز مقاومت یه عنصریه که داخلی یه سیم دیگه، چیزیه مقاومتی توشه، سیمم الکترون آزاد توش هست، اون الکترون آزاد رو که تحریک میکنیم جریان برقرار میشه دیگه. الکترون آزاد اون تا کی گفته مثلا اینجا وای میسن؟ ممکنه رندوم یه بخشش بره بالا وایسه از این تو این شکل، یه بخشش مثلا بیاد پایین. مثلا اینو بنویسم دارای الکترون آزاد است. مثلا اگر درجه حرارت فرضاً بالا پایین شه، ممکنه این الکترون های آزاد به این صورت پخشن توی خود مقاومت. یعنی مثلا منفی ها الکترون های آزاد بیشتری الاز سر کن،
یا مثلا این بالا کم باشه این پایین زیاد. شما چی بود سوالت؟ ممکنه اثر دما بگی شما بگی اثر دما بیرونی، اون اثر دما رو چیه؟ رو عنصره داخل بدن. خود دما که نویز نداره که، اون عنصره تو مدار ما استفاده کردیم دیگه، مداره اونه داره نویز ایجاد میکنه. منظور اونه. پس اینجا میرسم اگر درجه حرارت تغییر کند مثلا بالا بره دیگه، الکترون های آزاد به صورت رندوم با اتم برخورد بیشتری دارن که سبب ایجاد نویزه. حالا این نویزه چطوری ایجاد میشه؟ اینجا میگم، پس میگم اگر آیا این اختلاف یا این جابجایی یا قرارگیری اینجوری الکترون ها باعث ایجاد اختلاف پتانسیل بین دو سر مقاومت نمیشه؟ یه اختلاف پتانسیل خیلی اصلا قابل محاسبه و اندازه‌گیری نیست، مثلا شما برید با ولتمتر بس کنید، اما وقتی تو مدار قرار میگیره این مقاومت ضرب در مثلا یه بر ولتاژی میشه، یهو میبینید تو خروجی نویزه دیگه به چشم اومد. حالا اینا به صورت رندوم قرار گرفتن و این هی در حال تغییر دیگه، کسی نگفت اونجا قرار بگیره، در لحظه است. ممکنه یه لحظه اصلا هیچ نویزی هم نداشته باشه، یه لحظه 1000 باشه، یه لحظه بیشتر باشه، یه لحظه پتانسیلش معکوس میشه، میرن بالا و میکی هم میان پایین، یه شکل نویز مثلا همچی چیزی میشه. به این خاطر شکل نویز اینجوریه دیگه، این هی میره بالا میاد پایین، معلوم نیست بالاخره جهتش کجاست. این مثلا نویز یه بار مثبت یه بار منفی. پس اینجا می نویسم تغییر پولاریته بگیم. به نظر شما چی کار کنیم برای اندازه‌گیری نویز؟ حالا این چه نویزی؟ من اینو چطوری مدل کنم؟ با چی مدلش کنم؟ حالا من بذار اینم این دوتارم بالاخره هم نهشتن با چی؟ با یه مقاومت و یه منبع نویز دی آر باشه. اینم اسمشو بذاریم یه چی؟ نویز. یا همون چی؟ حالا از این به بعد بهش میگیم وی ان فقط. چی کار کنیم؟ اینه دیگه، اینو باید چطوری مدل کنم؟ یعنی چطوری مدل که نه، حالا مدلش هست. این مدلش رو که بچه های فیزیک الکترونیک و نانو ادوات در آوردن دیگه، بر اساس تجربی و هم ریاضی هم تجربی، و این نویز با همچین رابطه مشخص میشه. منتها ما میخوایم در واقع از این متوسط گیری کنیم،
متوسط گیری که کنیم این قسمت های منفیش هم برمیگرده میره بالا مثبت میشه همش. یعنی به توان دو برسونین این اینجوری نمیشه، این قسمت منفی به توان دو مگه نمیشه مثبت؟ خیلی خوب اونجوری مثبتش میکنیم به توان دو میرسونیم، بعدا هم میتونیم جذب ازش بگیریم، به توان دو میرسونیم که منفی نداشته باشه. بعد ریاضیه هیچی اضافه نیم وی ان به توان دو مدلش رو در آوردن اصلا 4KT R delta F. این پهنای باندی که تو اون پهنای باند ما نویز داریم فرق نمی کنه جفتش تأثیر یه تأثیر دارم. اینطور ما گفتیم فاموش باشه، فرضیم فاموش باشه تو حالت دی سی دیگه مدار اگر درست تقریه کردی نباید داغ کنه دیگه، فشاری بهش نمیاد، ولی از بیرون باز دما یا همون یه مقداری میتونه داغ کنه. پنه باند سیست به جو اثر جفتشی. حالا تو جزوهتون اضافه میکنم، ولی حالا مجموع این 4 کیتی عدد ثابتیه، 1.6 در به توان منفی 20 عدد ثابت همیشه. آره کوچیکه دیگه، نویز خیلی کوچیک. آر هم که خود مقاومت، آر رو اینجا الان مثلا بیشتر کنیم نویزمون بیشتر میشه. و دلتا اف هم دیگه پهنه باند سیستمتون که تو اون پهنه باند ما نویز رو میبینیم. در واقع این نویز رو اگر ببینی اگر متوجه نه پهنه باند مشخص دیگه پهنه باند سیستمه، تو اون سیستم تو اون پهنه باند شما سیگنال به سیستم اعمال بکنید دیگه، حالا از یه هرتز مثلا تا 10 کیلوهرتز مثلا این شکل نویز رو ببینید، این شکل نویز رو اگر متوسط ازش بگیریم تقریبا صفر نمیشه، قسمت این مثبتش مثلا با منفیش بره. خیلی این چیزه به این خاطر اصلا ما به توان دو میرسونیم که قسمت های منفیش هم مثبت شه دیگه نویزه رو کامل داشته باشیم. در واقع شاید این دلتا اف شاید از متوسط گیری اومده، بالاخره میخواییم یه ولتاژ نویز داشته باشیم برای این مقاومت، یه عدد میخواییم نهایتاً دیگه به قول شما. بعد خب 4 کیتی آرش ثابته، بعد متوسط چون هی بالا پایین میشه برای مدل سازی این متوسط گیری کردن دلتا اف اومده تو کار. متوسط بگیریم و مو بی ان به توان دو متوسطش میشد چی؟ نه باز گفتیم نویز رو درس بدیم بره، شما های سوال بنیادی بپرست، یک تیوم از صرف از صرف تا تین یه چیز میانگین میخواییم یه عدد بهمون بده مثلا
نمیشه نفوذه. یعنی الان من نمیتونم نفوذ الان دیگه همیشه انتگرالی هست. یعنی ممکنه من دیگه اصلا جواب نداشته باشه، بی‌نهایت باشه. چرا بی‌نهایت باشه؟ اومگه دو پارت میشه خواهر رو به فاد پسیگی نداره. اونا که ثابتن، یه عدد ثابت خب خطی هم نباشه مگه چیز میشه انتقال پذیر نیست دیگه. شاید همجرد نیستم. ببین تی به سمت بی نهایت بده، عدد بر بی نهایت صفر، داریم لیمیت میگیریم. این مجبور همگراشه به یه نقطه. این متوسط گیری این بی بود دیگه. میگم خب بذار اینو بنویسم. این 25 سادوم میلی ولت بود دیگه، 25 میلی ولت بود. این کیتی همونه. این دما از کی ثابت چی بود یادتون نمیاد؟ کیوان بار الکتریکیه دیگه، درسته؟ عدد نیست، مثلا این عدد ثابت میانگینشو بگیریم. یه چیز یه سری عدد بالا پایین منفی مثبت میشه میانگینشو بگیریم. خب خیلی بالا پایین باشه نویز دیگه، معلوم نیست چیه. الان قالب میشه بر سیستمی. الان یه نویز داریم، نویز چیه اسمش یادم نیست. الان میگم اون اصلا قالب میشه بر سیستمت دیگه، سیستمت خراب میشه. این مثلا 4 کیتی اینجوری به دست اومده دیگه. مثلا بیایم یه مثال بزنیم ببینیم مثلا نویز عددش میشه چقدر برای یه مقاومت. سرچ کن ببین وی تی ولتاژ دمایی. سرچ کردی؟ چون وی ار ثابت بود. خیلی باید بیم آرمون مثلا 100 کیلو شما گفتی 100 کیلو دیگه دلتا اف امون هم 1 مگاهرتز باشه پهنه بانده بیم. وی ان متوسط توان 2 نویز مثلا میشه 1.6 ضرب در ده به توان منفی 20 ضرب در 100 کیلو ده به توان 5 ضرب در اونم ده به توان 6 پرس دیگه نهایتا میشه که حالا انتگرال چیز از جذب بگیری جذب میشه چی؟ رادیکال وی ان رادیکال 1.6 در درمتان منفی 9 40 میکرو ولت آر ام اس 40 یا همون چیزی که شما گفتی میکرو ولت آر ام اس 40 میکرو ولت نویز ایجاد کرده بود چون ای سی دیگه. مثلا همش ریاضیه مطابق به سر تا جای خودش دیگه. فراموش میشه مگر اینکه استفاده کنی ازش دیگه. اینو میتونیم با چی مدل کنیم؟ اگه گوش بده، اگر دوتا مقاومت داشتیم ببینیم آیا میشه بگیم که آر یک برای آر دوش که اوکیه. آیا نویزاشون هم میتونیم با هم جمع کنیم بگیم وی این حالا اسمشو بذارم چی مثلا ایکوال این درسته؟ نه هنوز که اینو ننوشتم نه چی؟ خب یه معادل نویز داره دیگه ولی هنوز عددش به دست نیومد. منظور شما این بود وی این یک برای وی این دو نمیشه؟ خب بریم حساب کنیم. حالا اون اونایی که ادای ریاضیشون میشه بیان اینو ورودی صفر باشه. خب زمانی که تغییر میکنه
طبیعی دیگه چون همه خلال مدنه طبیعی دیگه در بیگرانیاتی که نه ورودی صفر منظور اینه که توجه کن ورودی صفر منظور این یه تقویت کننده است وقتی خاموش مدار دیگه نویز نداریم این یه تقویت کننده است درسته این ویرای اینم ویوت ورودی صفر یعنی این اینو زمین بدیم درسته اما مدار بایاس دی سی داره جریان دی سی تو مدار هست وقتی مدار رو خاموش کنی یعنی این تغذیه رو قطع کنی دیگه اصلا خاموش همه چی نمیشه ولی الان جریان دی سی ورودی یعنی سیگنال ای سی صفر باشه منظورم آره ولی مدار بایاس داره دیگه بایاس دی سی اصلا کردنگی میشه رو بایاس آره همونه دیگه الان تو نویز دیدیم بایاس دی سیه سنگی بیستی دیزه باشه خب جرنک مالیتون هم صفر میشون جرنک همه چی صفره دیگه خب لیمیت بگیریم از انتگرال از صفر تا تی همون چیزی که داشتیم تی به سمت بی نهایت یک تی همشو جا انداختم وی ان یک به علاوی وی ان دو به توان دو دیتی یک چون حالا تو یاد جا اندام بلش لیمیت از صفر تا تی تی به سمت بی نهایت اینو تفکیک کنیم نمیشه وی ان یک به توان دو دیتی و علاوه این لیمیت رو کلیش کنیم یه جوری بله از صفر تا تی دو تا وی ان یک وی ان دو دی تی بله از صفر تا تی دوباره چی وی ان دو به توان دو این وسطی صفر نمیشه چرا این معلومه دیگه دو تا شما دو تا چی میشه زوج میشه ببین نه بس آماریه اصلا بلش کنیم بس آماریه دو تا پارامتر مستقل هیچ وابستگی به هم نداره دیگه اون یه مقاومت دیگه از یه مقاومت دیگه در صورت که یه انتگرال صفر میشه میگه انتگاه هم اثر دامنه زیر دامنه داره صفر نمیشه آره متوسط اینجا صفر میگه یعنی زوج باشه دیگه حالا شما اونجوری توجیه کن ولی بحث اینه که اینجا متوسطه بحث متوسط گیریه متوسطه دو پارامتر تصادفی مستقل دو متغیر تصادفی صفر چون مستقل هم مثلا در مورد مالات یه مزدی اون که خیلی نه از فرام دیاز لازم میاد پس نتیجه شد چی؟ بیه این ایکوال به توان دو میانجینش میشه همون بی ان یک به توان دو و علاوه بی ان دو به توان دو حالا اگر قدر مطلق میگرفتی شاید به این نتیجه نمیرسیدی متوجه نمیشدی که مثلا متوسط دو متغیر تصادفی مستقل از هم مثلا میشن سه میانگین مربع نویز ها پس نه هیچ وقت خود نویزا رو با هم جمع کنید میانگین چیزه میانگین مربعشون با هم جمع میشه بعدا حالا آخر سر میتونید جذب بگیری از مجموعش دیگه ولی اگر خودشون رو جمع کنی اشتباه وین آر
اینم خب مدل میکنیم با یه مقاومت و یه چی بی ان توان دو مربع میانگین مربع میتونیم اینم به این صورت هم مینویسن، در واقع نویز رو هم ولتاژی مینویسن هم جریانی. اینم جهتش اصلا مهم نیست به این خاطر مثبت منفی ننویسیم، چون توان دو دیگه، چون توان دو داره دیگه مهم نیست اصلا مثبت و منفیش، جهتش مهم نیست چون هر جهتی باشه به توان دو میرسه. چی؟ خب موازی بود به جریان دی آیه ان، حالا نوزمه آیه ان به توان دو میان بینش میشه تقسیم برای آر دو میشه دیگه، مثل تبدیل تبنل به نورتون چار کیتی آر دلتا اف تقسیم برای چی؟ آر دو. چرا آر دو؟ چون همه چی به توان دو رسید دیگه، ولتاژ به توان دو تقسیم بر آر به توان دو میشه و آیه ان هم اگر توان بدون توانش رو بنویسیم خوب میشه وی ان تقسیم بر آر. بله خب پس این رو متوجه شدید دارید داره چطوری با هم جمع کنید. یه نقطه بنویسم میگم که مقاومت های آره پای و آره و ترانزیستور فیزیکی نیستن، پس دقت کنید بقیه شالا میداریم جلسی بعد. گفته مقاومت های آره پای و آره او فیزیکی نیستن، یعنی وجود خارجی ندارن. بگیم این ترانزیستوره مدل مدل بود برای تحلیل مدار، پس اونجا نرید بگید این نویزش میشه، این نویز نداره. بیس یه مقاومتی داره، پایه کالکتر یه مقاومتی داره، پایه میتر یه مقاومتی داره، اونا فیزیکی هست. حالا بررسی میکنیم جلسه بعد. ولی خود آره پای آره او مقادر فیزیکی نیستن، پس نویزی به اون صورت نمیشه براشون.